درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. برای اینکه این منابع غارت شده از بانک ها رو بتواند جبران کنه، آمد شروع کرد به افزایش قیمت ارز مجدداً و افزایش قیمت سکه 76 تن. حالا یه روایت رسمی که با مثلا این شورای جهانی طلا هم البته به نقل از مقامات داخلی مطرح کرده، 62 تن طلای کشور رو آب کردن، سکه کردن، دادن به بانک ها و اینا رو با قیمت های بسیار بالاتر فروختن تا دزدی هایی که تو بانک های ما شده رو جبران کنن. فقط اسناد به دست آمده از نفوذ به اطلاعات یک نهاد مالی لبنان که بازوی مالی حزب الله معرفی میشه، حاکی از سرمایه‌گذاری گسترده مشتبه خامنه‌ای و نهادهای رسانه‌ای و حکومتی زیر نظر اوست. بخشی از اسناد به دست آمده از هک مؤسسه قرض‌الحسن لبنان نشان دهنده 400 هزار حساب برای افراد و نهادهایی از جمله رژیم ایرانه و این در حالیه که یک گروه ناشناس از طرف موساد انجمن قرض‌الحسن را هک کرد و این انجمن مالی در اوایل دهه 1980 در لبنان تأسیس شده و با وجود تحریم‌های بین‌المللی تونسته گسترش پیدا کنه و مجموعه گردش مالی این نهاد مالی از سال 1983 تا سال 2019 میلادی حدود 3.5 میلیارد دلار برآورد شده و وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال 2007 این مؤسسه را تحریم و اشاره کرد که فعالیت حزب الله با این بانک دسترسی آن به سیستم بانکی بین‌المللی رو براش فراهم می‌کنه و در این اسناد هک شده نشان داده میشه که در میان دارندگان حساب قرض‌الحسن نام پولشویی کنندگان و سرمایه‌داران حزب الله با منافع گسترده تجاری قرار داره و در بخشی از گزارش اشاره شده که حسابی با نام ولی فقیه برای دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود داره. علاوه بر آن، مؤسسات زیر نظر خامنه‌ای از جمله بنیاد شهید امور ایثارگران که تحت تحریم آمریکاست، برای شعبش در لبنان حساب‌های متعددی در این انجمن مالی داره و این بنیاد به خصوص از طریق شعبش در لبنان سرمایه‌هایی را از رژیم ایران به گروه‌های تروریستی منطقه ارسال می‌کنه و همچنین کمیته امداد امام خمینی که در لبنان شعبه داره از جمله دارندگان حساب در مؤسسه قرض‌الحسن و خطوط هوایی ایران ای رو ماهان هم دو نهاد دیگه جمهوری نکبت اسلامیان که در میان دارندگان حساب قرض‌الحسن معرفی شدند. ماهان در سال 2011 میلادی به دلیل پشتیبانی از سپاه پاسداران تحت تحریم آمریکا قرار گرفت و در این مؤسسه دارای حساب‌هایی با ارز و لیر و دلار اما با نام دو فرد لبنانی. همچنین ایران ایر هم حسابی با ارزهای مشابه با نام دو فرد موسوم به روحانی و کسرایی در این مؤسسه مالی داره و این خط هوایی ایران هم در سال 2011 و 2018 میلادی تحت تحریم آمریکا قرار گرفت و علاوه بر این آژانس مسافرتی ایست استار که بر اساس این گزارش خدمات عمومی ایران ایر را انجام میده نیز در این مؤسسه دارای حسابهای لیر و دلاره. این اسناد هک شده همچنین حساب‌های شامل یورو برای دفتر صدا و سیمای جمهوری شیطانی نشان میده. صدا و سیما در سال 2013 میلادی تحریم شد. علاوه بر آن، مقام‌های شبکه پرس تی وی که تلویزیون انگلیسی زبان صدا و سیماست در این مؤسسه حساب دارند. از جمله یکی از اونها ناجی جانانی که مدیر سابق اخبار ایران کانال عربی زبان العالم بود و این اسناد گزارش‌هایی از مقام‌های شبکه العالم مانند محمود بوجنوردی رو نشان میده که به عنوان مدیر کانال در بیروت و به عنوان مدیر کل کانال‌های خارجی رژیم ایران در لبنان فعالیت میکرد و علاوه بر این نهادها هلال احمر ایران هم در این مؤسسه حساب داشته و در کنار سایر حساب‌ها اشاره شده که عیسی طباطبایی که به عنوان نماینده خامنه‌ای و حلقه نزدیکان حزب الله فعالیت میکنه هم در این مؤسسه حساب داره. طباطبایی مرکز فرهنگی امام خمینی رو تأسیس کرده و تحت نظارت داره که در انجمن قرض‌الحسن لبنان حساب نگهداری میکنه
و یکی از شرکای بنیانگذار این مؤسسات یک مقام ارشد حزب الله به نام شیخ اکرم برکاته. او که دستیار فرهنگی رئیس شورای اجرایی حزب الله، فعالیت‌های تبلیغی رو بر عهده داره و ایدئولوژی مذهبی حزب الله رو در کشورهای از جمله برزیل و پاراگوئه تبلیغ می‌کنه. انجمن قرض‌الحسن هم حساب‌هایی برای نهادهای تحت نظر برکات داره و شعبه بانک صادرات رژیم ایران در لبنان تنها بانک ایرانی که در این هک مورد اشاره قرار گرفته و این در حالی بود که انجمن قرض‌الحسن 8 حساب مرتبط برای این بانک رژیم ایران نگهداری می‌کرد که 4 حساب آن به لیر و 4 حساب با دلاره. این بانک نیز مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفت. اما در سال 2015 میلادی پس از امضای برجام اروپا تحریم‌ها علیه اون رو لغو کرد و مقام‌های لبنانی هم تاکید کردند که بانک صادرات رژیم ایران یک بانک درجه 1 نیست و میگن که دارایی‌ها و سپرده‌های آن اندکه. شوهر کاسبی شخصی پیدا کردند اینا. بالاخره کسایی که ما زیر و روشون رو میدونستیم یه دفعه وقتی میاد میره تو مجلس میگه از الان بگم من مثلا این میزان 1000 میلیارد تومان دارایی دارم. خب این که مسلمه که چون پدر مادر شما میشناسیم ارث بهش نرسیده. حساب کتابا روشنه کاملا. اگر قرار باشه که ما به هوش بیایم باید حواسمون باشه که چه خبر بوده و دارن دوباره ما رو به چه سمتایی میبرن. جان کلام این که حسنی مبارک در بیمارستانی در آلمان بستری شد. دکتر پرسید این کیه؟ پرستار گفت این مرد 30 سال حاکم مصر بوده. دکتر گفت حتما زمامدار بلیاقتی بوده. پرستار گفت مگر شما ایشان رو میشناسی؟ دکتر گفت نه، ولی کسی که در 30 سال نتونسته در کشورش بیمارستانی بسازه که خودش رو معالجه کنه حتما زمامدار بلیاقتیه. خب امروز جامعه ما به لحاظ هم اقتصادی که یک نگاهی بوده است که فرصتها رو بین خودیها توزیع کرده، یک اقتصاد رفاقتی تشکیل داده به این معنات اعتبارات بانکی رو به دوستان و رفقا توزیع کرد. زمانی که دولت احمدی نژاد آمد سر کار کل دیون معوقه بانکی 12,000 میلیارد تومانه، وقتی رفت بیرون 260,000 میلیارد تومانه. یعنی اعتبارات بانکی رو، خرج اعتبار رو به اصطلاح برای خودشون اعتبار خریدن توی شهرستان ها به خصوص و توی روستاها و این پولا رو پخش کردن بدون اینکه ضمانت های لازم برای بازپسگیری اونها داشته باشن. یعنی پول رو دادند، پولا رفت و این شد بحران اصلی بانکی در سال 1392. اون چه که در واقع امروز ما شاهدش هستیم توی کف خیابونها سال هاست که آقای دکتر مومنی و دوستان دیگه اخطار کردن که اگر این اتفاقات ادامه پیدا کنه ما به کجا میرسیم. ما در طول جنگ در سال 1365 کل درآمدهای ارزی کشور 7 میلیارد دلاره. 3 میلیاردش رو خرج در واقع ارائه کالاهای اساسی به مردم، یعنی کوپن کردن که مردم از حداقل‌های زندگی برخوردار باشن، با 4 میلیارد دیگه‌اش هم جنگ و هم جامعه رو اداره می‌کردن. چطور شده که امروز 80 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور کفاف تأمین آقایون رو نمیده؟ چه اتفاقی افتاده واقعا؟ و این منابعی است از کشور خارج شده. ما با فرار سرمایه روبرو هستیم. بانک های فاسد قده سرطانی اقتصاد کشور هستند و مادامی که این اصلاحات در اینجا صورت نگیره امکان حل مشکلات اقتصادی کشور منتفیست. بنابراین یک آینده بسیار تاریک در انتظار حاکمیته. منتها نکته مهمتر از اون پیامدهای ناشناخته است که ممکن است به دنبالش به وجود بیاد. اما نگران بیش از هر چیزی نگران تمامیت
ایران هست. خیلی ممنون. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.